امشب قسمت دوم این مصاحبه رو میبینیم. این مصاحبه بسیار طولانی شده. تقاضا میکنم همه قسمت ها رو با ما ببینید. چرا مخمل باف رفت؟ چرا قبادی رفت؟ نمیگم الان رفته. نه نه. چرا رفتن؟ نه نه. چرا مهاجرت کردن؟ اجازه بدین. بس کنیم. آره. خواهد صحبت کنیم دیگه. آره آره. کنیم. اول چرا شو بگیم؟ بزنیم اون بحث رو ببندم بعد این سوال ازم بپرسه تا جواب بدم. آره. چون بعد اول فیلم های زیرزمینی رو جمع کنم. تاریخ مصرف این دوستان تمام شد. الان یه موجه. شما جالبه در نقداتون وقتی میشینی با بعضی از کارگردان رو صحبت میکنی میگین شما سفارشی فیلم میسازید. بعضی فیلم سفارشی میسازن هنر توش دیگه نیست. خالی از هنر میشه. الان این کارگردان زیرزمینی ما که سفارش خارج از کشوره که اینو میتونه بگه نه که کاملا معلومه که مشخصه که ببینید یک سال سیاست‌های خارجی اعلام شده رسما اینی که من دیگه نمیگم بگید من نمیدونم آقای خزایی تو داره یه قضاوت دیگه میکنه در عرصه بین‌الملل چی اعلام کردن کارزار یه جنگ ما هر روز نشسته میخوام اینا رو قبول نکنیم اعلام کردن که هر فیلمسازی در داخل کشور مجوز از نهادهای رسمی داشته باشه ما شاید نگفتم مطلق چون خیلی زرنگتر از این حرفا هستن فردا میان یه فیلم سازی باشه ما فیلم نمیتونیم بپذیریم دو اعلام کردن اگه فیلم زیرزمینی دقیقاً کلمه زیرزمینی بسازید کشف حجاب شدن باشه ما فیلم های شما رو میپذیریم شنیدم اینا رو نشیدم من دارم میبینم این شنیدن با دیدن و قابل لمس بودن دو تا مقوله متفاوته خب میخوام بگم آقای جیرانی سفارش داده شده این دوستان این اجازه طرف بدید. اجازه بدین دوستان این طرف دارن سفارشی برای اونها فیلم میسازن آقای جیرانی عزیز مگه آقای فلانی فلانی که الان فیلم ساختن در تمام جشنواره‌های خارجی هم در آن حضور پیدا میکنن قبل از این بیانیه اونها و یه دست سینماگران داخلی و یه دست سرمایه‌گذارهایی که داخل سینما ایران داشتن سرمایه‌گذاری میکردن که جریان لیدر اون طرف شدن و دارن پول هزینه میکنن و برای همین فیلم اخیر که توقیف شد سرمایه‌گذارش ایشون بود خب همه اینا غیر از تکذیب شد مثل این که چی شد اون تک سرمایه‌گذاری اصلا تکذیب نشد تکذیب نشد نامه رسمی شما به شما نشون دادم اصلا مگر شنیدم نه تکذیب که تو بگی خودش مصاحبه کنه بگه من نبودم به خاطر بحث اینها بود 25% فیلم مال اوناست مال آقاست میخوام میگم در این جریانی که داره اتفاق میفته اینا دارن سفارش میدن بر اساس چه هدفی ببینیم اون جریان سفاره اون جریان آدمایی که خارج از کشورن موضوع اینا موضوع خفقان نیست ببینید شما وقتی فیلم میخوای بسازی خفقانه که نمیتونی حرف تو بزنی اصلا موضوع اینا سفارش اونهاست یعنی پول گرفتن بابت چه موضوعاتی فیلم بسازن بتونن در جشنواره‌های خارجی حضور پیدا کنن من این موضوع رو باز کنم که دیگه حالا که تو همه موضوع رو باز کردی این موضوع رو باز کنیم ببین نکته اینجاست که من نمیگم اونها خارج از کشور نیستند نه اونها خارج از کشور هستن اتفاقا تو کانون کارگردانان راجع به اون آدمای خارج از کشور سفارشی کار میکنن نه اون آدمایی که خارج از کشور نه میگم این جریان زیرزمینی هم سفارشی دارن نظریه میدن هستن اما سینمای زیرزمینی چرا داره شکل میگیره؟ همه اون سفارش نیست. یک ارزش‌هایی در جامعه تغییر کرده. یک چیزهایی در عرض امسال عرض در سال اخیر تغییر کرده. جامعه دچار تغییر داره میشه. چه تغییری؟ چه تغییراتی که آقا جامعه خواستار تغییره. چه تغییر؟ تغییر در خیلی چیزها. بگید مستقی. نه نمیتونم مستقی. آقا ما بحث کنیم. نه ببین ببین که نمیشه. ببین من الان اومدم با شما من اینقدر راحت دارم با شما حرف میزنم. جامعه حتی نظرات ببین حتی در مورد حجاب در مورد خیلی چیزهای دیگه جامعه خواستار تغییره این با این تغییر باید مواجه شد یک سال مگر هر تغییری که عده‌ای طرفدار اون باشن و این دل عمومیت نداشته باشه آیا باید اون انجام بشه نه. سال نه. آیا در فرانسه باز مستاق بحث کنیم دیگه همین الان یه عده خواستار حجابن ما غیر از این راهپیمایی هم کردن دیگه دولت فرانسه دست گذاشته حق ندارن حجاب داشته باشن عملا حتی اینها با راهپیمایی هاشون با جلساتشون اصلا با کنفرانس‌هاشون جامعه مال تو خدا با فرانسه مقایسه نکن چجوری در یک جای جون مادر نکن جریانی عزیز اونجا چرا در یک جای مهدینه نه نه شما چرا در یک جای آقای جریانی ناراحت نشید گفتمان کنید تو مادرتون نکنید نه باید بکنید اتفاقا شما میدونید مشکلتون چیه الان در این گفتگو من میگم شما آقای جریانی نمیگم در این گفتگو اصلا ما گفتگو میکنیم شما هی میگین جامعه بابا شما جامعه همه جامعه نیستی رفراندوم بذاری آقای جرازی من یه نکته بگم
شما بپذیرید همه جامعه نه. نیستی من عضوی از این جامعه هستم با دیدگاه های خودم دارم. شما چرا میخواییم منو با نگاهم ندید ببینید؟ من قبول دارم چرا تو. امروز در کشور ما خوب مد شده در این یک سال اخیر در این یک سال اخیر مخصوصا همه چیزو شما دارید عمومیت دیدید در فضای رسانه یک چیز نه من یعنی ببینید آقای جیرانی عزیز ببینید شما دارین دقیقاً میگید که مردم مردم کلمه عمومیت کدام مردم نه اجازه بدید نه اینجوری نیست که نه من میگم جامعه ببین جامعه یک جامعه یعنی چی نه. جامعه یعنی متشکل شده از نگرش ها دیدگاه ها افراد مختلفی که دارن زندگی میکنن اجازه بدید ما یک طبقه متوسط در جامعه داریم که این طبقه متوسط در همه جوامع جهانی طبقه موتور جامعه است و طبقه متوسط الان خواهان تغییره نه اصلا تماما خواهان تغییره ببین طبقه متوسط حذف شده الان طبقه متوسط طبقه متوسط از نظر فرهنگ اگه طبقه متوسط منظور تن از لحاظ درآمده نه از نظر فرهنگ فکر سواد یعنی در واقع نقطه اینجاست ما که طبقه شما ما که متوسط متوسط هستیم که شما همیشه در گفتگوهاتون معتقدید به طبقه متوسط در فیلم سازیتون هم معتقدید بله معتقدم ما که طبقه متوسط هستیم من طبقه متوسط نیستم مثال ها میخوام خودمو نگم شما بگین هستین یا نیستین خانواده های ما که هستن نه اجازه بدید نه اجازه بدید من میگم به شما یه خدمتتون عرض کنم من نمیخوام ببین ما ما یک سری اشکالات در فضای جامعه ما هست نه اصلا اشکالات نیست اشکالات هست اما جامعه یک دوگانگی فرهنگی ببین یک اتفاق تو زمان شاه افتاد یک اتفاق داره الان میفته صریح میگم ببین در زمان شاه دوگانگی فرهنگی پاره سنتی رشد کرده بود شاه متوجه نبود که پاره سنتی رشد کرده الان پاره مدرن جامعه رشد کرده و شما متوجه نیستی که پاره مدرن جامعه رشد کرده ببین ارزش ها تغییر کرده جامعه دیگه همون توده یعنی چی مدرنیته یعنی اوریان نه. سازی پاره مدرن مدرنیته یعنی آزادی های سطحی نه ببین آقای پاره مدرن جامعه یعنی چی یعنی چی آزادی یعنی چی سطحی. شما بفهمید پاره مدرن جامعه خواسته هایی داره که با خواسته های پاره سنتی تطبیق نمیشه باز کرده چی داره شما الان میگید حجاب نه. اگر میخوان نه. روی صحبت کنیم حجاب نه ببین من اصلا به حجاب صحبت نمی کنم چون الان خط قرمز شماست ببین نه من حاضرم صحبت کنم ببین من تمام خط قرمز رو در گفتگو با شما گفتگو کردیم آره ما تمام خط قرمز رو در گفتگو شما رد کردیم ما ببین ما یک جامعه ببین جامعه دوچار دوگانگی فرهنگی جامعه یک گانه نیست جامعه یک گانه مدرن داره که این جامعه گانه مدرنش هم بال شهری نیست تعریف از مدرن چیه؟ با جامعه ای که میخواد زندگیش کسی دخالت نکنه خوب. فردیتش مهم باشه بله. بعد در مورد فردیتش بتونه خودش تصمیم بگیره بله. آدم ها به عنوان سنت داخل زندگی شخصیش نشن بله. دخالت در زندگی شخصیش نکنن بله. و فردیت آدم ها مهم باشه در زندگی اجتماعیش چیه؟ در زندگی اجتماعیش هم ببین در زندگی اجتماعی هم بتونه بیان بکنه نظراتشو بله. عقایدشو بیان کنه بله. یعنی در واقع آزادی بیان داشته باشه آزادی عقیده داشته باشه آزادی اندیشه داشته باشه آقا اینا که دو تا چهار تا هست خب حالا ما بحث کنیم اینا وجود داره یا نداره شما میگیم وجود داره. نداره من میگم نداره من میگم داره تفاوت نگاه ما در همین تو بحث گفتو من میگم کی گفته آزادی وجود نداره خب باشه ببین شما میگین جامعه مدرن من میگم بله شما میگین تعریف شما از مدرنیته اینه که فرمودید میگین جامعه مدرن جامعه‌ای که دوست داره زندگی شخصی خودش رو داشته باشه دخالت درش نشه کلیتش اینه دیگه درسته من میگم مگه در زندگی شخصی کسی الان داره دخالت به شدت ما داریم راجع به قوانین اجتماعی صحبت میکنیم ببین ما یه سری قوانین اجتماعی داریم در وضعیت اجتماع که شاید تغییر کنه من اونا رو نمیدونم راجعش قضاوت ندارم الان من دارم در سال 1402 در شهریور ما با شما گفتگو میکنم در قوانین اجتماعی ما اومده راجع به یک سری آزادی های فردی که شما میگید آزادی های فردیه از لحاظ من آزادی نیست از لحاظ تعریف اسلام هم نیست که نمیخوام الان واردش بشم که آزادی که دین اسلام داره مطرح میکنه چیه 1400 سال اسلام اومده برای همین نکته اصلا یکی از مبناهایی که جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت همین مبنا بود اینجوری که نبود که یک فضایی ما داشتیم یک گفتمانی مردن یکی از مصداقاش نمیخوام بگم همه مسائل ها ببین شما اسلام داره چی میگه رأساً داره میگه آقا این مقولات باید توش رعایت بشه قوانین اجتماعی کشور چی میگن تا به امروز قوانین اجتماعی کشور هم میگن آقا جامعه جمهوری اسلامی ایران که شکل گرفته با این چارچوب شکل گرفته حالا شما شاید بگی آقا اوایل انقلاب یه بحثایی بود میگم اوایل انقلاب بود الان ما داریم بحث میکنیم راجع بهش ببین شما الان نمیتونید بگی اگه آقای باهنر یا آقای رجایی بود تفکر دیدگاهشون چی نه اونا که اونا که اگه بودن جور دیگه الان فکر نه من اصلا باز با این نگاه شما ببین این یکی از مباحثی چون نیستن ما داریم راجع بهشون قضاوت میکنیم راجع به آوینی هم همینه گفتیم از کجا معلوم من دارم میگم آقا ببین ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم من معتقد به حجاب شما معتقد نیستی
مثال ها منظورم آقای جیرانی نیستم تو این گفتگو، به خدا نکرده فردا اگر آقای جیرانی رو من مثال زدم آره نه من یه توضیح بدم، این گفتگو ربطی به دیدگاه شخصی آقای جیرانی نداره، این یه گفتگوی داره شکل میگیره، خدا نکرده تحلیل اشتباه فردا راجع به شما نشه در سینما. آقای جیرانی ببین من 1400 سال دیگه هم بگذره نمیدونم، این حرفی که دارم میزنم حرف درستی نیست، چون آدم‌ها تا فردای خودشون خبر ندارن، شاید منم تو یک شرایط فردا بشینم بگم خزای تو این حرفا رو در اون زمان زدی چقدر تغییر کردی، من تغییرات آدم رو قبول دارم. من داشتم میخوندم تقریبا فهم کنم ما تعداد شهدای ملی یا آدم‌های ملیمون در همه دنیا کسایی که میرن جونشون رو میدن قابل احترام هستن، اصلا فارغ از مسائل سیاسیش، تقریبا بالغ به 100 هزار شاید وصیت‌نامه شما از این وصیت‌نامه‌های اونها بخونید که اولین نکته گفته بوده خواهرم حجاب تو حفظ کن، خواهرم یه ارزش تو کشور ما، خواهرم حواست به این باشه. یه دفعه که نمیتونه همه اینا رو ما بذاریم کنار بگیم آقا حرف شما درسته. آقای جیرانی عزیز ببین ما هنوز در این جمهوری اسلامی ایرانی داریم زندگی میکنیم که این باورها پررنگه، سینما دیگه تغییرات اجتماعی نمیتونه جدا بشه. شما سالهای آینده شما انشالله باشید و در سال آینده این تغییرات اجتماعی رو سینما تاثیر میذاره. شما رو رد آره تاثیر میذاره. آقای جیرانی فیلم های زیرزمینی اگر به خاطر موضوعشون نتونستن مجوز از ما بگیرن یه بحث دیگه است، اما به خاطر قوانینی که خارج از کشور گذاشتن که بتونن در جشنواره‌های خارجی حضور پیدا کنن موضوع باشه. نه 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 بحث من همینه با شما، من دارم میگم آقای جیرانی عزیز اونا اعلام کردن دارن جایزش هم میدن، فان دارن میدن، حمایت دارن میکنن. شما یه وقت میگی که بگو دقیقاً، ما حاضرم بگم چقدر دادن. آقای جیرانی فیلم ها داره تحت حمایت اونا ساخته میشه، سفارشی ساز شدن اینا. ببین یه وقت شما میگی سینماگر ما اهل مبارزه است، میخواد یه فیلم بسازه، یه نقطه نظرات داره برای جامعهش، به قول شما از لحاظ شما جامعه از لازم جامعه مردم از شما جامعه خاص خودتون کسی میارید، خود سری فیلم ها تولید کنه، میخوام یه بحث دیگه است. اینا یه موجن. بعدم آقای جرایی من یه سوال بکنم، من میگم هر کی دوست داره فیلم زیرزمینی بسازه امنیت شغلی چی میشه؟ هیچ کس نمیگه. ببینید من وظیفه‌ام من نمیگم که شما بگین، من میگم که سینمای زیرزمینی همه جای دنیا محصول شرایط فرهنگی جامعه بسته، این دوره نیست دلالش یعنی گفتم. اینه این دوره این دل این در این دوره دوره سفارشه، یعنی کسایی که دارن سفارش میدن میگن ما به شرطی به شما سفارش میدیم که اصلا زیر زمینی کار کنه، احتمال داره. ببین حالا من این پرانتز باز کنم، من سفارش رو رد نمی کنم، فیلم سازانی که نمیتونن، جوانهایی که نمیتونن در فضای عادی و طبیعی مجوز بگیرن به سینمای زیرزمین رو میارن، طبیعتا نیاز به کمک دارن و از اون کمک ها استفاده میکنن، این یک واقعیته. ببین واقعیتی که یک جهانی اون طرف وجود داره، یک جهانی این طرف وجود داره، جهان اون طرف تقریبا حمایت میکنه از کسانی که مخالف شما، اونا این مخالفین رو برحق میبینن، شما این مخالفین رو برحق نمیبینید. ببین نکته اینجاست که اگر شما فضای شورای پروانه ساختتون شورایی باشه که بتونه در واقع به همه تفکرات، به همه سلیقه ها، به همه ایده ها جواب بده، کسی سینمای زیرزمینی نمیره سراغش. اما اتفاقی که افتاده که من بحثم نیمه تمام مون اینه که شرایط جامعه ایران تغییر کرده، این شرایط تغییر کرده تو جامعه روی سینما تاثیر میذاره، تو نمیتونی این تغییر رو نادیده بگیری. من فیلم کاناپه رو چرا مثال زدم؟ کاناپه فیلم آقای عیاری، کاناپه فیلم آقای عیاری، آها چون گفتم شاد با فیلم اخیر که اسمش گفتین اشتباه گرفتم، فیلم آقای عیاری. اولا اینکه ما این جوانای فیلمساز زیرزمینی رو مخالف نمیبینم، نه من مخالف نمیبینم، من اتفاقا معتقدم اینا استعداد هستن، باید آدم به حواسشون به شما باشه، ازشون مراقبت کنه. من اصلا معتقدم اینا هنوز راه رسم مبارزه هم یاد نگرفتن، اینا در تاثیر یه فضا و یک موج به سفارش یک جایی کارایی دارن میکنن، این موجا میخوام توضیحش دادم. دو اینکه اگر اینکه ما بگیم شرایط اجتماعی تغییر کرده، سینما باید بره سمت شرایط اجتماعی، باز من گفتم شرایط اجتماعی به معنایی نیست که همه مردم و همه تفکر و همه اندیشه با نظر شما موافق باشن، ایده‌ای از این مردم که اکثریت هم هستن هنوز حاضر نیستن بپذیرن. اکثریت همینجوری شما میگید مردم؟ نه ببین. من میگم اکثریت. ببین من معتقدم که آقای بچه ها آمار رو کجا رو دارید؟ ببین ما همینجا آمار داریم، نمیخوام وارد آمار بشم. ببین ما آمار گرفتن، آدم های در واقع مستقل آمار گرفتن و آمار یه چیزایی نشون میده. من میگم آمار بگیرید، جسارتا آدم های مستقل که آمار گرفتن یک جمعه من بگید کجا. نه من مبنای علمی میگم، من میگم سازمان نه. مثلا جاد دانشگاهی آمار داره، پژوهشگاه فرهنگ هنر آمار داره، از آمار خودتونم استفاده کردیم. این یک چیزهایی رو ما سعی میکنیم ازش بگذریم. من نمیگم که ما میگیم که جامعه در آستانه یک تغییراته
و این تغییرات رو سینما تأثیر میذاره. این تغییرات رو یک ایده تو افکار عمومی خواهانشن و تغییر تأثیر میذاره. یعنی اگر سینما مثلا از منظر نگاه شما بحث بیهجابی رواج بگیره، مشکل اقتصاد و معیشت رو هنرش حل میشه؟ نه اصلا قاطی نه. نه آقای جیرانی داری مقلطه میکنی. نه نه اصلا مقلطه نکن. نه اصلا بحث می نیست. ببین آقای جیرانی عزیز، ببین نه نه من نمیگم که جامعه، نه اون چیزی که تو میگی، نه اون چیزی که من میگم، نه اکثریت که من میگم، نه اقلیت اکثریتی که تو میگی. من میگم دو تا چهار تاست. ما میتونیم با مراجعه به افکار عمومی، اتفاقا من معتقد به همین حرف شما، من میگم که ما نمیتونیم بگیم مردم، نمیتونیم بگیم جامعه اینجوری فهم میکنه، مردم فهم میکنه. ما میتونیم با مراجعه به بگیم عده ای از مردم اینجوری فهم میکنه، عده ای از جامعه اینجوری فهم میکنه. من یه حرف قبول دارم، نه عده اینطوری فکر کنم. من میگم سینما، ببین الان شما وارد شرایط دیگه از جامعه دارین میشین که باید یک چیزهایی رو کم کم بپذیرید. داره از یک چیزهایی میفروشه که گفتمان رسمی، خیلی ما گفتمان رسمی آن چیزی رو میبینیم که تلویزیون تلویزیون نشون میده. یعنی فسیل به خاطر رقصش داره. فسیل اگر بخوام فسیل بحث کنم داستان طولانی داره. من بحث مفصلی تحلیلی کردم از فسیل که چاپ میشه. ببین فسیل خیلی فیلم مهمیه، نه به دلیلی که در دوره شما فروخته، به دلایل دیگه که میشه تحلیل کرد. یک گنج قارونه، یک گنج قارون زمان خودشه. گنج قارون زمان خودش چی بود؟ گنج قارون یک آدمه به شدت سنتی بود که با تفکر مدرن، با غرب زدگی مخالف بود تو آقای علی بیگم تو فیلم. و آیا جامعه اونطوری بود؟ نه. سیست گفتمان رسمی جامعه این نبود. ببین همه فیلم هایی که دارین شما کمدیاتون میفروشه، فیلم هایی یعنی خلاف گفتمان رسمی هست. این به معنی اینه که خلاف شما هن. اشتباه نکنیم، خلاف شما نیستن، خلاف گفتمان رسمی هن. گفتمان رسمی در تلویزیون میگه ساز نشون نده، شما در همه فیلم ها ساز میگه. گفتمان رسمی های در وزارت ارشاد هم هست یا نه؟ من میگم آن چیز این گفتمان نه. خب اینم گفتمان رسمی نه. فقط گفتم... در تلویزیون نه. گفتمان رسمی نه. گفتمان رسمی ما به چی میگیم؟ گفتمان رسمی صدا و سیما تبعیت میکنه از چی؟ از گفتمان رسمی. حالا یه فضای مثل شبکه نمایش خانگی هست که شما بهش مجوز قبلا میدادید، یک کمی بازتر مهمانی رو شما اگه نگاه کنید برنامه آقای ایرج طهماسبو سازها نشون داده میشه. من سوال کنم آقای دستگاه دیگه دولتی نه گفتمان رسمی داره یا نه؟ اصلا سینمای ما وقتی خالی از قهرمان شد مخاطبش ریزش کرد. وقتی سینمای ما نتونست دیگه قصه تعریف کنه برای مردم ما، ادبیات ما دوچار مشکل وارد سینمای ما نشد، ما تقلید کردیم از سینمای اروپایی به خاطر جشنواره‌هاش، اتفاقی افتاد، قصه هایی تعریف کردیم نه پایان داشت نه داستان داشت نه هیچ، مخاطب ریزش کرد. شما الان کل مخاطب سینما رو مگه چند نفره؟ چی باعث شد ما مخاطب اون رو از دست بدیم؟ ببین شما الان که نمیتونی بگی در دو سال من همین اتفاقات افتاده. شما اگه برگردی من میگم بابا آقای جلال، من میگم در دورانی که فضای باز سینما ایران بوده، فضای باز، فرض کنید ماها تو تمام سوالات شما اینه دیگه، ماها یه جوری اومدیم بستیم محدود کردیم فلان، تو که واژه‌ای که شما میگی دقیقاً همینه. فرض کنید در دوره ماست، در دوره قبلی چرا این اتفاق نیفتاد؟ ببین ما روز به روز سینمامون مخاطب خودشو داره از دست میده. نه شما دارید مشکل سینمای ما نه. چیه؟ اصلا این مشکل نه. سینمای ما چیه؟ چرا؟ دقیقاً نه الان بهت میگم بابا آمار اجازه بده من بهت بگم دیگه استاق آمار. نه اینجا دیگه مسئله سنت و ببین شما مخاطب ما رو از دست دادیم، دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ فیلم های روشن فکری که ساختیم نه ما معتقد بودیم هر قصه ای که من به عنوان سینماگرم دارم تعریف میکنم مردم باید اونو ببینن. اصلا عزیزم این نیست. ببین در دهه 60 که میزان مخاطب در آخر سال 69 که منم آمارشو دارم بالاترین میزانه سال 69، یه تلویزیون داری با دو تا کانال، نه فضای مجازی هست، یه ویدیوی ناقص غیرقانونی داری که در واقع کاندره برنامه فیلم‌ها رو به طور غیرقانونی در خونه میاره. الان چیه؟ الان فضای مجازی فیلم داره، ویدیو شبکه نمایش خانگی هست، چندین سال اینا اومده تمام اینا رو گرفته. آقای جرنجا در سال 94 که همه اینا که شما میگین بوده، وی او دی بود، فیلم دی وی دی رو پخش می‌کرد، رکورد سینما ایران دوباره شکسته شد. بابا اینجوری نیست. با چی شکسته شد؟ با دو تا از فیلم‌ها که الان حضور زن اصلا فیلم‌هاش نه اصلا آمار هست. فکر می‌کنم یکی از فیلم‌هایی که مخاطب خیلی زیاد مثل فسیل فیلم کمدی بود اون زمان. آقای جرنجا ببینید مردم میگه چرا مخاطب مردم نه مردم اگر فیلم خوب ساخته بشه، فیلم برای مردم ساخته بشه، میدونید با مردم بتونه ارتباط برقرار کنه، مردم میان سینما پول میدن میبینن.
سینما بحث بذارید بحث اصلا وقتی مردم تو میگی بس کی من داستان مخاطبینو بگم آقا شما میگید مردم کلید واژه شما در این گفتگو مردم و جامعه بوده. نه ببین اصلا این مردم من معتقدم که وقتی فیلم خوب باشه این مردمه که به مردم سیاسی و اقلیت شما نیستن مردم دارم میگم مردم وقتی فیلم خوب باشه میرن بله فیلم تاثیر بذاره باشون حالا ببین آقای جنایی ببین فیلم زیرزمینی الان در حال حاضر در شرایطی که داره ساخته میشه 1% شاید من قبول کنم حرف شما رو بگم مربوط به ما میشه 1% بله 1% شاید من قبول کنم بگم بله بعضی از سوژه ها رو ما نمیتونیم پروانه بدیم و نخواهیم داد ولی نه یک سری از سوژه ها اصلا قبول ندارم حرفتون رو و یک سری از مباحث دیگه که هست در همین سینما بحث سفارشه پول دارن میگیرن آقای جنو جان یعنی چی شما جالبه هیچ کدومتون حاضر نیستین بپذیری این دیکتاتوریه که در سینما ایران وجود داره من میخوام واردش بحثش بشم خب حاضر نیست بپذیره که آقا مگه میشه شما همه چیزتو بفروشی که میخواد در یک جشنواره خارجی حضور پیدا کنی مگه میشه سفارش بگیری برخلاف کل منافع ملی کشورت فیلم بسازی بعد همه هم سکوت کنن میگن آقا فیلم زیرزمینی شما نمیذارید نه آقا اینجوری نیست آقای جیران متوجه نیستی ببین آقای جیران من کاملا دارم میگم 1% و به فیلم زیرزمینی اون فضای باز بحث دیگه داره شما میگه فیلم زیرزمینی من دارم بحث میکنم و مستاق فیلم های امروز زیرزمینی رو دارم میگم که دقیقاً وقتی زیرزمینی ساخته میشه جایزه میگیره وقتی پولشو بهشون میدن میسازن اصلا گفتم اصلا دیکته نوشتن گفتن آقا با چه شرایطی در کشور فیلم بسازی اگر شما اگر این اتفاق نبود اگر این اتفاق نبود یعنی این کمک ها نبود و این دستور عمل خارجی نبود شما اینو من میگفتی من پذیرفتم الان میگفتم آقای جنرال شما دارین درست میگی و هیچ چیزی نیست پس سختگیری های ما باعث این جریان شده من منکر دستور عمل خارجی نمیشم اما یه اما داره دستورالعمل خارجی زمانی میاد زمانی ایجاد میشه که فضای جامعه آماده این مسائل باشه ما الان خدمتتون مثلا باز بزنم بحث اینو آقای جیرانی جان آقایی که صندلی خالی برش میذاشتن تو جشنواره‌های خارجی پولش از کجا میگرفت 20 سال قبل من دارم بحث میکنم منظور تنهایی اینا که میرفتم مثلا اسم هیچ کس نمیارم شما میخواین منو مجبور کنید اسم بیارم من دوست ندارم ببین من دوست دارم کلی بگم همین فهمم ببینید آقای جنه در هر زمانی در هر دوره خوب کسانی که بتونن ارتباط برقرار کنن ازشون حمایت کنن چرا ارتباط برقرار میکنن میدونی تو اصلا بله چرا شما بفرمایید برای که زندانش میکنن یک فیلم ساز تو وقتی زندان کنی همه جای دنیا ازش حمایت میکنن طبیعیه این مگه میشه من اگه فیلم سازی به تو زندان فیلم ساز بره زندان خب خیلی غلطه ببخشید باز بحث سیاسی میخوام بکنم بزنم خب نه غلطه دیگه فیلمساز نرفته زندان کی رفته مبارزه زندان؟ سیاسی کرده آقای جرانی اصلا به خاطر فیلمش نبوده آقای جرانی باز ببین شما میگه مشکل چیه الان در این دوره در همین دوره که ما هستیم کی زندانه بودن آماده نه نه کی زندان رفته ببخشید آقای جعفر پناهی آقای رسولوف با عفو رهبری آزاد شده من بله. بالا گفتم بله آزاد شده بله اینا با عفو رهبری آزاد شده بله. چه اتفاقی افتاد ببخشید اصلا جریان زندانی اینا شما مال دوره ما نبوده حکم داشتن جدیدن که فعالیت کردن حکمشون اجرایی شد هی دوستان نه. دارن من نمیگم دوره شما میکنن. نه من دوره نه. شما نمیگم افکار عمومی کردن دارم میگم دو کی گفته سینماگر به مثابه سینماگر جاش در زندانه اصلا سینماگر نه هنرمند کسی که اهل فکر اندیشه است کسی که روزنامه نگاره آقا وقتی یک چیزی اتفاق میفته شما وارد یک جریانات دیگه میشی باعث این میشه مگر من یه سوال بکنم مگه خدایی نکرده شما دوچار مشکلی بین دست منو بگیرید ببرید زندان مگه اصلا کسی دنبال این مسائل کسی رو بازداشت کنه باز اشتباه نکنه اصلا دردسر شما میدونی هر کسی نکنه آقای جنه من قاطی نمیکنم ببین من دارم میگم شما میگید که جای سینماگر زندان نیست مگه من کسی خوش میاد سینماگر زندان آیا جای سینماگر فعالیت سیاسی بله نظام هست فعالیت سیاسی چیه فیلم ساخته ایرانی از آقای ایرانی عزیز من دارم جریان لیدری که تو سینما هست دارم مثال میزنم من دارم میگم در سینما ایران در دوره جدید ادعی دارن فعالیت سیاسی میکنن من دارم میگم آقای ایرانی عزیز میخوام بگم اجازه ببین آقا اصلا بهتون گفتم تو آلترام آقای جیران عزیز ببینید الان در سینمای ایران کسی به خاطر بیان عقایدش در فیلمش زندانی نشده آقای سعید روستایی برای چی حکم گرفته آقای سعید روستایی به خاطر زندانی نشده اصلا به هیچ عنوان نه حکم آقای سعید چیه اصلا حکم ببین حکم آقای به خاطر چیه یک به خاطر موضوع فیلمه اولا نه اولا آقای سعید روستایی و آقای جواد نوروزبگی حکم اولیه گرفتم ببینید در دادگاه معنا داره حکم اولیه حکم ثانویه من خودم شخصا پیگیر کارشون بودم این دو نفر رو نه
آره شما هی میگین سعید روستایی از اول بس همین یه دونه رو فقط مثال میزنین. یه همه موارد دیگه از کاش من به شما میگفتم قبل بس اونا رو هم میگفتم. آقای جیرانی جان ببینید، کسی به خاطر بیان تفکرش زندان نشده. هی شما میگید زندانی، من الان مصاحبه شما رو اینجا گوش کنم احساس میکنم در یه خفقانی تمام سینماگر ما وارد زندان شده، استبداد وجود داره. کجا قاطی نکن، تو یه فیلم سازی مثال زدی که صندلی براش گذاشتن. صندلی آفرین، من نگفتم زندان شده. مثال کردی، گفتم اون فیلم ساز چرا از این صندلی شما میاد؟ آقای رستمی خدا رحمتش کنه، بابا بذاریم مباحثو باز کنیم. شما میخواین بسته بمونه و امیر اسفندیاری بگید بیاد صحبت کنه. آقای جعفر پناهی با آقای کیارستمی میگه که من از تو ناراحتم که رفتیم اونجا، گفتی من زندان نیستم. چرا؟ چون این منافع برای من داشته، من تو زندان بودنم. آقای جیرانی از اینجوری نیست، چرا نمیخوایم بپذیرید؟ نه. بابا آقای جیرانی شما طرفدار یک جریانی هستید که اینا فقط به فکر منافع شخصی هستند، نه منافع ملی، نه منافع سینما. آقای جیرانی عزیز، اینا فقط به فکر درآمدن، به فکر پانتاسشون زیاد بشه، به فکر کافی شاپشون بزنن. بذارید بگم آقا، شما نمیخواید اینا رو بپذیرید. آقای جیرانی، مگر شما میگفتید فلانی دغدغش سینماست، دغدغش مردم، دستش هم میبوسیدم. بابا این نیست، واقعیت این نیست. آقای جیرانی، واقعیت سینما میدونی مثل چی میمونه؟ آقای جیرانی اجازه بدید، سینما یک صورت بسیار بزرگ کرده خوشگله، صورتش بیرون آبه، بدنش پر مشکلات و پر گیرهای مختلفه. اگه اینو بکشی بیرون میفهمی چیه. بابا مگه میشه در یک سینما آقای جیرانی به خاطر اینکه فیلمسازی در جشنواره فیلم فجر میخواد حضور پیدا کنه در سینمای کشور، سینمای ملیش دچار تهدید بشه؟ مگه میشه به صنفی که من دارم پول بیمهشو میدم؟ اجازه بدید، ما کل هزینه های سینماگرا رو میدونیم که بیمهشو ما پرداخت میکنیم، وظیفمون هم هست، تعریف دولتی داریم. اتفاق خدایی نکرده، خدایی نکرده فوت داشته باشن، سازمان سینمای نامزنه قبرشون ردیف میکنه، پول خانه سینما رو ما مجبور بودیم تو قانون باید بدیم حمایت کنیم. در جایی که همه کارا ما داریم میکنیم، صنف 10 تا فیلمسازش رو حذف میکنه، میگه چون شما با حکومت دارید همکاری میکنید ما بیمه شما رو نمیفرستیم. بابا خفقان یعنی این، استبداد یعنی این، چرا نمیپذیرید؟ آقای جیرانی جان مگه میشه؟ ببین آقای جیرانی جان، ایده در این سینما، من مدیرشم، ببینید مثال دارم میزنم، مستاق دارم میگم، در صنفی بود، از صنفای فرعی نه صنفای اصلی، خواستین اسامیشو بگم؟ ببین من در جایی واقع شدم که با همه گونه اطلاعات دیگه الان مواجهم. این یعنی استبداد، این یعنی ترور، این یعنی ندیدن یک سری آدم ها، این یعنی اون جریاناتی که من تشریح کردم، این در تورین سینما وجود داره. حاکمیت که آغوش باز کردیم که بیان کار کنید، کمک کنید. این آغوش یعنی حتی باز خیلی زیبا بود. آغوش من، آغوش من. حتی شما آقای جو، بابا آغوش باز شما نشه. اشتباه نشه. آقای جو الان نمیشه که تو بیمه‌شو حس کنی. آغوش بازت خیلی زیبا بود. بیمه‌شو حس کنی. ببین ما داریم، باز الان شما میگی خزایی راجع به معیشت، راجع به اقتصاد نگو. میگم من برام مهمه. من کلید واژمه. آقای خزایی عزیز، خیلی بحثمون سیاسی شد تا اینجا. آره یه خورده راجع به سینما سوالات شما سیاسی. سوالات من راجع به سینما بپرسید. آره. هی شما سوال آره. سیاسی پرسیدید. آمدن پرسیدن برای که مسائل جامعه، جامعه به شدت سیاست زده است و در جامعه سیاست زده اگر بحث های سیاسی جا نیفته و صحبت نشه در موردش، همیشه کنجکاوی وجود داره و ابهام وجود داره. بنابراین یه زمانی هست که تو در واقع میتونی راجع به فضای سینما خیلی راحت صحبت کنی، یه زمانی هست که نمیتونی راحت صحبت کنی. حالا من اولین سوالی که میخوام از این بخش، در این بخش ازت بکنم یا در این بخش اینجا بکنم ازت اینه که بعضی معتقدن ما تو وقت آمدید به عنوان یک مدیر عملگرا ما خیلی خوشحال شدیم، صادقانه میگم ما خیلی خوشحال شدیم، اما به تدریج که جلو رفت احساس کردیم تو به عنوان مدیر عملگرا قدرت اصلی نیستی و یک تفکر دیگری که شاید تفکر ایدئولوژیک باشه قدرت اصلیه و تو قدرت تا دست دادی. چقدر این تحلیلی که الان توی سطح خیلی از سینماگران و سینما وجود داره قبول داری و چقدر در واقع مرجوع این نظر چیه؟ ببینید این مسئله که شما دارین مطرح میکنه، یه سری آدم ها تو محافل خصوصیشون گفتن، بارها به من میگفتن، بعضی از این همکاران من میگم همکاران، آره میومدن دفتر من میگفتن آقای خزایی اینجوری میگن، آقای کمال تبریزی این که رسما اعلام کرد، من اعلام کردم. واقعیت اینه در بعضی از مسائل مدیر منم، تصمیم گیری منم در بعضی مسائل، در بعضی از مسائل، مسائلی که مربوط به سینمای ایران میشه منم، در مسائلی که فراتر از سینمای ایران میشه، وارد جریان‌های امنیتی، سیاسی، جریانات لیدری، اختشاشات، اعتراضات و این جریانا میشه، طبیعتش اینه که من مدیر مسائل سیاسی نیستم. نه اجازه بدید. اجازه بدید آقا. باز سوال کردم بذار جواب بدم. بذار من جوابمو بدم. من اختیار در پروانه ساخت، پروانه نمایش دارم.
من اختیار در این دارم که شرایط تولید رو کنترل کنم، روابط بین الملل ببینم چه اتفاقی میفته، به فکر اون رنگ تولید باشم، به فکر راه اندازی اون رو تجربه باشم تو استانا، زیر ساختا، سینما، اینا مدیرش منم، پای اصولش هم وایستم، هیچ کس هم دخالت نمیکنه. ببینید که ما اصلا باب شده، باز یه بحث سیاسی بگم، با شما میگه خزای بحث سیاسی نکن. الان جالبه تو همه مباحث کشور یکی از این آقایونی که هر صبح به صبح اگه توییت نزنه فکر میکنم من بزا میخنم، میگم یه صبح به صبح از خواب بیدار میشه قبل از چای توییتشو میزنه یا یادداشتشو مینویسه. خب این تلقین دارن میکنن برای کل سیستم در حقیقت کشور، نه ربطی به سازمان سینمایی، که آقا اینا اشکارن، آقا ناکارآمدی هست، آقا مدیرای موفقی نیستن، آقا وضعیت کشور اینه، اینا هم تعمیم میدن. بعدم اینقدر گفتن که بعضی وقتا تو فهم میکنی مثلا اینا نکنه چیزی از راست میگن، بعد میبینی نه این نیست نظریه اینا. آقای جناجان مسائلی که مربوط به سینما ایران بشه قطعا من تصمیم راجع بهشون میگیرم، مسائلی که فراتر از مسائل سینما ایران بشه نه در این دوره، در همه دورا که سر دیگه تصمیم میگیرم. مثال رستاخیز وقتی اتفاق میفته براش برای فیلم آقای درویش و گروهی میان تو خیابون میریزن، رئیس سازمان سینمایی دیگه تصمیم نمیگیره، حتی هم وزیر ارشاد ورود میکنه، جلسات فرهنگی میذارن، حتی هم دولت یه تصمیم راجبش میگیره و به یک جمع‌بندی میرسن که آقا فعلا فیلم آقای درویش در همین 6 ساعت کافی اکران میشه. میدونید یا مثالای بعدی که من نمیخوام واردش بشم، میخوام میگم اصلا این طبیعت شغل ماست، قسمتی مربوط به ما میشه، قسمتی مربوط به ما نمیشه. شاید اگه... مثلا شما بگید در انتصابات چی؟ خواهم یک بروشی بزنم. مثلا بگید آقای خزه اینو قبول دارم، ولی در انتصابات مثلا بعضی وقتا میگن فلانی رو چرا گذاشتید؟ یک سوال، شما هم روزنامه نگارید هم فیلم ساز، وقتی فیلم دارید میسازید آیا تعامل با سرمایه گذار و تهیه کننده نیاز نیست؟ آیا همه عواملی که شما داره میچینید خواسته شماست؟ یا شما سردبیر نشریه بودید و مدیر مسئول؟ آیا با مدیر مسئول و سرمایه گذار نشریه گفتگو نمیکردید؟ چه طبیعی تعامل وجود داره؟ چیز طبیعی بده بهستون وجود داره؟ چیز طبیعی؟ بله، یه جایی هم من وظیفم دفاع از سینماگره، من قدرتشو ندارم. مثلا آقای فلانی فیلمش گیر کرده، باید پیش وزیر برم، بالاتر از وزیر میرم، دستگاه‌های مختلف جلسه میذارم، در فلان جا جلسه میذارم، مشکل اون حل کنم، اصلا در حوزه اختیارات من نیست. بالاخره معاون یا رئیس سازمان سینمایی کشور یک وظایفی داره، در اون حیطه میتونه عمل کنه. متاسفانه در این دوره که من میذارم، من شاید شما معتقد نباشید، شاید این رو با من همراه باشید، نمیدونم، واقعا در 40 سال ما چنین بحران‌هایی رو در سینما ایران تجربه نکردیم، واقعا چنین مدیریتی ایران تجربه نکردیم. من با سینما دارم دوباره 40 سال چنین سختی در مدیریت سینما ایران نبوده. در بدر ورودی که تو به سینما ایران وارد شدی، بحران کرونا، نه که دارم میگم بحران هامو دارم میگم ها، معیشت، پیکاری، فیلم‌های پشت در اکران مونده، فیلم‌هایی که دچار مشکل پروانه نمایش هستند و دولت قبلی هم اعلام کرده که بعضی اینا دچار مشکل هستند، فیلم‌هایی که ما دوست نداریم، همش که اینم نبوده که صادقانه آدم باید بگه، بسیار از اون مضامین ما دوست نداشتیم، فیلم‌هایی که دایره‌های بازی ایجاد کردن در مضامین اخلاقیشون که باید اصلاح می‌شد، بحث ارزم به جانب شما جریانات سیاسی و جریاناتی که اتفاق افتاد در حوزه سینما و روابط بین‌الملل که امروز دچار مشکلات عدیده ما هستیم، تو برای همه اینها فراتر از مسائلی که همیشه مدیریت‌های سینما داشتن که کلان و روزمره است، باید فکر می‌کردی و تدبیر می‌کردی. خیلی بحرانه آقای جیرانی عزیز، باز میگم شما شاید نپذیرید، واقعا عده‌ای در سینما ایران نمی‌خواستن بذارن سینما دیگه پا بگیره. من در جلسه اسفند ماهی که سال گذشته داشتم، دوستان سینمادار هستن، خودشون هم میدونن الان و پخش کننده ها، به من گفتن سینما ایران تمام آقای خزی. در جلسه که شهریور من مهر ماه سال قبل داشتم، به ما گفتن آقا ما داریم در سینما اون رو میبندیم. همکار شما که در همین استودیو هستن، زمانی که فیلمشون رو میخواستن اکران کنن، با تهدید خودشون و بچه‌شون مواجه شدن. آجورا نشون نمیپذیره. من باید در سکوت، تا به امروز من حرف نزدم، اولین مصاحبهم و گفتگوام با شماست. شما وارد این سوالا شدید، من مجبورم بگم من هیچ وقت در هیچ رسانی در هیچ جای تا به حال برای این مسائل صحبت نکردم. شما اگر کلید واژه‌های منو در عرصه سینما نگاه کنید، یه سرچ بدید همکاران شما بکنید، بیشترین مباحثی که من مطرح کردم گفتم اقتصاد، معیشت، همدلی، همگرایی، قانون. تمام همیشه تو بحثام دارم. گفتم تا ما همدل نشیم، همگرا نشیم، نمیتونیم پیشرفت کنیم.
فرض کنیم من سوپرمن سینما ایران هستم، مدیر خیلی توانمندی، مدیر خیلی عملگرا بودم، تا خانواده سینما ایران کنار من قرار نگیرن من به تنهایی نمیتونم کار کنم. ولی من اگه این ظرفیت خانه سینما رو، خانواده سینما ایران رو داشته باشم، همه با هم تلاش کنیم، اصلا این مشکلاتی که 40 ساله در سینما ایران مرتفع میشه، برطرف میشه. خیلی هم نمیخوام بذارم اتفاقات بیفته. 40 ساله نمیخوام من بزرن. اگه جواب تو رو، اولین جواب تو رو در این اینطوری خلاصه کنم که در مسائل اجراییات در واقع سینما و در مسائل کلان سینما، جهت و راه حرکت سینما رو یه جریان فکری دیگه میده و تو در اجراییات بذارید. نه اصلا اینجوری نیست. ببین شما خیلی واضح من رک صحبت کنم، شما معتقدید که مثلا آقایی در وزارت ارشاد هست غیر از وزیر که داره دخالت میکنه، اسم نمیبرم، اصلا اسم نبریم. آره شما مثلا میگید که آقا یک جریان ایدئولوژی پشت جریان فرهنگ هنر یا سینما، اونا میگن این کارو بکنید این کارو نکنید. نیست. در مبانی کلی فرهنگ هنر راهبرد هر دولت و یک سری آدم‌ها تعیین می‌کنن. مگر شما در زمان آقای مثلا دولت آقای حسن روحانی وجود نداشت؟ مگر در زمان آقای احمدی نژاد راهبرد فرهنگی وجود نداشت؟ نه. مگر در زمان آقای سید محمد خاتمی وجود نداشت؟ بابا شما که تاریخ شناسید چرا نمیگی؟ جریان شناسید چرا نمیگی؟ ببین در زمان آقای مصداق بگم، خب وارد مصداق اگه میخوام بگم، میگم در زمان احمدی نژاد که بود، در زمان آقا در همه دوران‌ها راهبردهای حوزه کلان فرهنگ و هنر تدوین میشه، ولی اینجوری نیست که ما از ما نظر نخوام راهبرد. دو اینکه شما میخواین اصرار کنید توی این گفتگوتون که آیا نگاه ایدئولوژی وجود داره که اونا میخوان تحکیم کنن داخل سینما. دارم به مدار سوالای شما رو میپرسم، میخوام میگم شما نمیپرسید، من دارم واضح میگم که روشن بشه این قضیه. ولی شما میخواین سانسور کنید، محل سانسور نیست، محل استاندارد سازی هم آقای جدانی جان میدونید استاندارد هم خیلی خوبه، خیلی خوبه. مثل این جریان لیدری که شما نمیپذیرید. ببینید من یه خدمت عرض کنم، ما اصلا جریان تفکر دولت قطعا با یه تفکر اومده تو حوزه فرهنگ هنر، قطعا اومده، شما نمیتونی بپذیرید. ببینید مدیر فرهنگی زمان آقای روحانی یک جریان فکری داره، زمان آقای سید محمد خاتمی، آقای خدا رحمت کنه آقای سیف الله داد، یک جریان تفکر بله. داره، زمان آقای احمدی نژاد یک تفکر بله. در این دوره هم هست، قطعا نگاه ها تاثیر میذاره. بعد اونها هم بر همون اساس به ترکیب آدماشون میرسن. چرا من مثلا مدیر سینمایی زمان دولت آقای روحانی نشدم؟ من که همون محبوبیت مقبولیتی که شما در سوالات نمیدونم برنامه چندم پرسیدید، خب الان یادم نمیدونم برنامه چندم آخه قرار پخش بشه، خب پرسیدید آقای جنوجه، این نیست. ما باید بپذیریم راهبردهایی وجود داره، باید بپذیریم بله نظارتهایی وجود داره، باید بپذیریم بعضی وقتا دخالتهایی هم وجود داره، ولی به معنای این نیست که شما بگید آقای مدیر هیچ کار است. نه، من تصمیم میگیرم در بعضی از مسائل، احساس بکنم تغییر نیازه تغییر دادم، در یک جاهایی نه، در یک جای احتمال داره تحمیلم وجود داشته باشه، وجود داشته باشه، همش که نمیگه 100% نیست، ولی اینکه بیای بگه آقا این مدیر نه فقط داره حرفایی که یه عده دارن میزنن اجرا میکنه، من بیکار بودم بیام اینجا ببخشید، من در دفتر خصوصیم آقای جیرانی جان تهیه کننده سینما بودم، مورد مشورت خیلی از نهادها و سازمانها بودم، به قول شما الان داشتین میگفتین حالا بحث حکومت و این حرفا، کار خودم رو داشتم میکردم، فیلم های خودم، اقتصاد خودم هم داشتم. پس روزی که به من گفتن بیا و شروع کن در حوزه سینما کار کردن، احساس کردم کاری میتونم انجام بدم، با یک آرمان با یک افق اومدم. من نیومدم برای محدودیت سازی، من نیومدم برای در حقیقت بسته شدن فضا، من نیومدم برای اینکه در حقیقت خودی ناخودی کنم. تا به امروز چنین واژه‌ای شما از من نشنیدید، ولی چرا اصرار دارید چنین واژه‌ها رو به من انتساب بدید؟ یه بحث دیگه است. نه شما سوالات آقای جنابی شما رو نمیگم، باز من به این نکته بگم، من ما داریم آقای جیرانی داره افکار عمومی رو، ما قرار شد تو این جریان نشست شما بشینید تمام مباحثی که افکار عمومی داره از من مطرح کنید. میخوام بگم شما نیست، من متوجه میشم، من مجبورم با شما نوعی گفتگو کنم. آقای جیرانی وقتی من دارم در جشنواره فجر میگم سینمای فجر به انقلاب برگشت که خیلی هم گفتن چرا گفتی و چه دلیل شد اون اتفاق افتاد که نمیدونن روزی خواهم گفت چه اتفاق افتاد در جشنواره فیلم فجر پارسال که شما حاضر نیستید بعضی از این مسائل رو بپذیرید، من دارم میگم آقای جیرانی جان انقلاب دامنه وسیع داره، انقلاب تعداد آدم انگوش شمار نیستن، تفکر ما در انقلاب تفکر 10 نفره نیست، میدونید اینجوری که یه دفعه ما رو میبندن بسته میکنن محدود میکنن. من یه چیزی بگم، برگردیم به سوال اول. آره من... ما در مسائل سیاست گذاری نقش داریم، در اجرا نقش داریم، در حاکمیت فرهنگی در حوزه سینما نقش داریم،
این به معنای عدم مداخلت یا مشاوره دادن یا راهبرد یا بعض وقتا تحمیل بعضی از مسائل نیست. نقد چیز خوبیه، مگه ما با نقد مشکل داریم؟ نمیخوام وارد بحثا بشم، پراکنده بحث میکنیم. آقای جرجان، جامعه که نقد نداشته باشه که نمیتونه سازنده باشه. اصلا بله، باید نقد داشته. منی که نقد نکنم من نمیتونم. اگر شما یک حرفی الان به من بزنید قطعا بدونید من شب راجعش فکر میکنم. قضایی الان به عنوان مدیر اجرایی این سینما میتواند تصمیم بگیرد که سینماگر روشن فکر فیلمشو بسازه، اعتراضشو بکنه و فیلم اعتراضشو بسازه. محمد خزایی در همین شرایط فیلم سازه که قوانین رو رعایت کنه، شرایط رو به وزیر ازش حمایت میکنه، قوانین کمک میکنه، یعنی مثلا یه چیزای کلی اخلاقیه دیگه. قوانینی که هست سازمان سینمایی بوده، از قبل هم بوده. ماشاءالله این قوانین 40 ساله هست. حالا به من رسیدم میگن این قوانین چی هست؟ میگم مثلا من اختراعش کردم یا چرخ رو اختراع. من هیچ رو اختراع نکردم در این سینما. من فقط همون رو اجرایی میکنم. نه، ما وقتی هر کسی در سینمای ایران، اگر وقتی بیاد ببین، من همین الان میگم آقای داریوش مرجعی چرا فیلم نمیسازی؟ من دلم تنگ شده برای سینمای شما. همینجوری میگم ابراهیم عزیز آتمیکیا، کاش موسا رو نمیرفتی و ما در این ظرفیت دو تا فیلم سینمایی از تو میدیم. 10 سال عمر داریم. این خواسته و آرزوی ما هم. خب همین رو میگم. آره. میگم آقای جریان عزیز، همین امروز با یکی از این فیلمسازهای مهدویان صحبت کردم، میگفتم مهدوی چرا فیلم جدید شروع نکرده؟ گفت گرفتار سریال بودم. اصلا این نیست که شما دارید تصور میکنید. یعنی آقای خزایی طرفدار آقای مسعودی که میای فیلم تو بساز، آقای ابوالقاسم سعید شما باید بسازی، آقای پرویز شیختی باید بسازی. جامعه این ما فضای سینمای ما برای هر کسی، اصلا پس الان نیست، همین گفتمانی که رایج بوده، همین فیلمایی که داشته ساخته میشده، مخالفتی وجود نداره. پیش شما جریان، یعنی آقای خزایی از تکثر، از اندیشه های مختلف، از بیان انتقاد صریح در سینما دفاع میکنه. بیان انتقادات فیلمسازهای مختلف با نگرش ها و گرایش ها، همه گرایش ها در چارچوب قانون قطعا حمایت خواهد شد. این چارچوب قانون، قانونی که خودتون در 40 سال گذشته منم نبود. ببین شما جزء شورای پرونزا پرمرامش الان میکشین کنار. شورای پرونزا بودن آقای چهرایی، ببین به همین سناریوی شب داخلی دیوار مجوز ما دادیم، به برنامه لیلا مجوز دادیم. آقای جیرانی هست، ببین حالا شما در یه دوره بودین، دورهای قبلش، همه دوستانی که یه زمان نقش در سیاست گذاری داشتن، خودشون این قوانین رو نوشتن، خودشون در حقیقت اینا، من چرخی در سینمای ایران هنوز اختراع نکردم. من هنوز نیومدم بگم آقا اتفاق نو باید بیفته، نو ظهور باشه. من اومدم فقط چیزهایی که وجود داشته از لحاظ من قانونمند شده. یه چیزی که من یادم رو وزیر بپرسم اینه که میگن خزایی از صبح 6 صبح میاد تا 12 شب کار میکنه و اصلا خواب و خیلی چیز نداره. یعنی واقعا از صبح میای واقعا این کارا رو میکنی؟ خوبه یا بده آقای جرونه چیکار کنه؟ خوبه یا بده؟ نه خوبه. ببین نه، به نظر من خوب نیست. حرف شما درسته. ببین چیزی که شما میخواین بیان کنید، آره. بعدش ببین مدیر فرهنگی باید وقت داشته باشه فکر کنه. جریان ما جریان فکریه. جریان عملگرایی اتفاقا نیست. ببین ما باید زمانهایی باشه که بتونیم با آدمهای مختلف فکر کنیم. بعد فکر کنیم چه کارهایی باید بکنیم. سینمای ما چوری پیش رو میشه. اصلا حوزه فرهنگ حوزه برنامه‌ریزی و استراتژی برای آینده است، نه اورژانسی عمل کردن. ببین ما نمیتونیم صبح به صبح برای شب عمل کنیم که. حالا درسته در این یک سال در این موقعیت قرار گرفتیم که مجبور شدیم به اورژانسی عمل کردن. ببینید ما صبح زود که میایم یا آخر شب که معمولا میریم، که اصلا کل این تیم اینجوریان. من معتقد نیستم که حتما فکر کنم کار درستی داریم میکنیم یا به رخ کسی بکشم منها که بگم آقا ببینید من خیلی آدم با مثلا پشتکاری هستم. نه، من معتقدم از خانوادم دارم میزنم، از بچه‌ام دارم میزنم، اونا هم حقی به گردن من دارن، از خودم دارم میزنم. حتی معتقدم بعضی وقتا اتفاقا ما باید بشیم دو ساعت فقط فکر کنیم، کار اجرایی نکنیم. ولی قرار نیست که ما با همه فکر کنیم خب کار اجرایی کردیم چه نتیجه ای گرفت؟ تکرار کارهای گذشته است دیگه، که میخوام این نواقص سینما رو برطرف کنیم. بحثای تخصصی دیگه الان داریم انجام میدیم. میدونی سینمای ما خیلی نواقص داره، باید برطرف بشه. خیلی بعد میدونم نواقص داره و در مورد ما این مصاحبه دو تا مو چند تا خب میگم بحث دیگه سیاسی نیست، بحثای تخصصی. آره، سینما دیگه سا. الان دیگه ما مصاحبه وارد اون مسائل نمی کنیم، برای که بقیه مصاحبه شک دست بشه قضیه. حالا میخوام میگم آقای جرانی ببینید، بله این چیزی که ما میگیم درسته، من میام، ولی وقتی راضی میشم از خودم که خروجی های خوب خودم رو ببینم، ببینم یه اتفاقی داره تو سینما میفته. متاسفانه همه کارهایی که ما داریم میکنیم تحت تاثیر این فضای سیاسی که کاملا معلومه اصلا دیده نمیشه. بعد دیده نمیشه. ببینید من روز اول که اومدم تو سینما دو سه نمونهشو بگم، گفتم که زیرساخت چقدر داریم، گفتن که آقا 500 خورده سالن سینما. مقایسه کردم با کشورهای منطقه، دیدم چقدر عقبیم ما. میدونید که خیلی عقبیم از لحاظ زیرساخت. حالا بعضی ها معتقدن دیگه سینما احتیاج سالن نیست، من معتقدم اشتباهه این فرضیه. سینما همیشه جایگاه خودش رو خواهد داشت. بعد گفتم ما 40 ساله 580 خورده سالن ساختیم، من میخوام برسونم به 1000 تا 4 سال. خیلی به من خندیدن.
تو همون جلسه. جلسات کارشناسی گذاشتیم. دعوت کردیم. دیدیم حوزه هنری داره یه کارهای انجام میده، انصافا تعداد سالن سینماش خواستیم. بخش خصوصی در چقدر پیشرفت کرده. مؤسسات و نهادها، بخش شهرستان‌ها، شهرداری‌ها، جایی که یکم کلنگ زدن ول کردن پروژه‌هاشون رو. من برای اولین بار 22 تا سفر استانی رفتم. رفتم میشینم اونجا با استان‌ها گفتگو می‌کنم، با استاندار، فرماندار. اینا تعجب می‌کنم، میگن خزای سینما اینقدر جدی در کشور نبوده که تو جدی گرفت. اومدی نشستی اینجا بحث می‌کنی راجع به زیرساخت، راجع به نیروی انسانی، راجع به کمبودها در استان، راجع به این بچه‌ها. میشینم با همینا بحث می‌کنم، مصوبه براشون می‌گیرم میام بیرون. حالا یه سریشو واقعا اجرایی نمی‌کنم متأسفانه استان، ولی من تمام قولایی که به بچه‌های شهرستان بجای دو تاش که مونده، بقیه‌شو اجرایی کردم، خودشون هم می‌دونن. من زیر ساخت گفتم میرسن به 1000 سالن. الان میدونی چند تا چه تعداد سالن داریم؟ الان 800 خورده سالن داریم، 820 تا آخر سال 78 تا دیگه سالن افتتاح میشه. اگر زنده باشم و اگر شرایط اجازه بده، من 1000 سالن به شما تحویل خواهم داد. این در حوزه زیر ساخته. یا در همین حوزه زیر ساخت 8 پروژه عمرانی ما شروع کردیم. میگم اینقدر فضا آلوده است که اصلا کسی قرار نیست اینها رو ببینه. شما ببینید، شما همیشه اختلاف سینماگرا سر چی بوده با دفاتر پخش تهیه کننده؟ همیشه سر مبلغی، 6 ماه بعد، یک سال بعد دفتر پخش پولش میداد یا سینمادار میداد. تقسیم از مبدأ رو ما شروع کردیم. ابتداش هم زدیم خیلی هم موافق مخالف داره. شب به شب کارتا کشیده میشه، سهم تقسیم میشه در سینما ایران. این دغدغه چند ساله منو شما سایه جیرانی به عنوان فیلم ساز. اینو داریم انجام میدیم. یا نمونه بعدی کاری که ما داریم انجام میدیم، حذف هارد از فضای ابری داریم استفاده میکنیم. زیر ساختاشو یک سال ما داریم کار میکنیم روش. با همه بحران‌ها داریم کار میکنیم. همه آقای میرزاخانی تو مؤسسه سینما شهر. الان در سراسر کشور فیبر نوری داره بس میشه. 800 سالن با توسط یک جا هدایت میشه، فیلم ارسال میشه. یعنی شما یک فیلم میتونید در 800 سالن بفرستی، اون تک سالن انتخاب کنه خودش نمایش بده یا نده. اصلا این محدودیتی که من میگه فیلمو فلان جا نمیدن، فیلمو اونجا نمیدن، وجود نداره. هزینه‌ای وجود نداره برای تهیه کننده دیگه. این تا چند وقتی داره افتتاح میشه. یا نمونه کار دیگه که داریم انجام میدیم، سینما کارت، که یه پروژه بزرگه، الان بزنید ازش بگذرم، که در جهت جذب مخاطبان جدید سینما ایرانه، که ما بتونم ظرفیت سرانه مخاطب سینما ایران رو افزایش بدم از این تعدادم، که داریم کاراشو میکنیم، کارتاش آماده شده، مذاکراتمون طولانیه. یه کار دیگه هم که داریم میکنیم، واحد بازرگانی های سینما رو اندازی کردم. چیکار کردیم؟ 5 دقیقه اول فیلم‌ها فقط سینمای بزرگ میتونستن آگهی داشته باشن. برای 800 تا سالن دارم آگهی میگیریم. کاراش هم کردیم، توافقش هم داره میشه، توافق سینمادار رو تایید کنم، اینا هم داره انجام میشه. بعد شما سینمادار اگر حتی فیلمشون هم نفروشه، از اون آگهی های یک سال هزینه های جاری اولیشون در میاد، حتی پول آبرقشون در میاد. خب ببین، بالاخره این دو حوزه زیر ساخت. حالا کار دیگه هم داریم میکنیم که بگذاریم، حالا وقت نیست من بگم. شما در حوزه اگه بگید نیروی انسانی چیکار کردی خزایی، میگم اینا گم شد، اینقدر بحث ما سیاسی میکنیم، این اصلا جذاب نیست. این قسمت مصاحبه چون من دارم میگم چه کار کردم جذاب نیست. همین میگن یه چالش ایجاد بشه تو گفتگو، دو تا بحث بکنن با هم، چون عادت کردیم به گفتمانهای چالشی. فضای رسانه، بردهداری رسانی با ما این کار کرد. الان بگذارم شما کلمه رو قبول دارید یا ندارید، الان در حوزه نیروی انسانی، آقای جرانی کارگردان اولی چجوری شکل میگرفت؟ در زمان قدیم یه بحث بود، در زمان‌های حداقل 4-5 سال اخیر من داشتم نگاه می‌کردم، هر کی پول داره میتونه فیلم بسازه، یا پول داشت یا دستیابی به پول داشت. استعداد کجا بود؟ کشف استعداد چی بود؟ چه معنا داشت؟ آقا شاخ اینستاگرامی و نمیدونم پسر فلان رئیس بانک و خانومی که پرونده قضایی داره کارگردان داشتن میشدن و شدن. کجای کار؟ مگه اینا استعدادن؟ بعد اون جوونی که تو همین تهران تمام دوره‌ها رو گذرونده، فیلمای کوتاهش هم فیلمای خوبه، یا تو همین شهرستان‌ها که میریم، شما بچه شهرستان هم، شما اصالتتون شهرستانیه، استعدادای اساس ما اینا توجه نمی‌کردیم. امروز کارگردان اول میمونه تو فارابی، اصلا همه ثبت نام می‌کنن، ما محدودیت نداریم. اتفاقا ما ببین، نه محدودیت داریم، نه فضا رو بستیم، نه گفتیم آقا گروه خاصی حق دارن کار کنن. اومدن همه ثبت نام کردن، نماینده کانون شما حضور داره، نماینده هیئت مدیره خانه سینما هم وجود داره، میشینن فیلم‌ها رو می‌بینن، از بین اینها کارگردان انتخاب میکنند. بعد تازه میگیم تو صلاحیت داری خودشون هم انتخاب کنند. نه آقای خزایی، ببین یک این بحث کارگردان اول سال هاست تو کانون کارگردان ها صحبت شده. بله. یکی از کسانی که راجع به بحث کارگردان اول مخالف صلاحیت بود من بودم. من معتقدم در هیچ جای دنیا صلاحیت کارگردانی رو حکومت و دولت و این چیزا تایید نمیکنه. تایید کننده وجود داره، میره کارگردان انتخاب میکنه، سناریو داره، اگه قانونی وجود داره که سناریو تصدیق بشه، سناریو رو میده، تهیه کننده انتخاب اون کارگردان انتخاب کرده میکنه. هیچ جای دنیا وجود نداره که یه گروهی از طرف دولت بشینن بگن جوان تو صلاحیت داری یا نداری. این اصلا غلطه آقای خزایی.
ببین داستان داستان جامعه امروزه که این نسل جوان اگر من تهیه کنندم پول دارم و با اون کارگردان کار میکنم شما باید قبولش کنی سناریوشو تصویب کنی قبول کنی شرطتون رو بزنید تصویب سناریو ده. شما دو تا باز واژه رو روش تاکید دارید میگید حاکمیت تصمیم حاکمیت تصمیم نمیگیره پس فارغ اتفاقا... چیه فارغ به حاکمیت دیگه نه اجازه بدید ترکیب نیروی انسانی که اونجاست نماینده صنف شما هست به عنوان کارگردان یک رأیه دوست عزیزمون از خواهیت مدیره خانه سینما حضور دارن یک کارگردان دیگه هم حضور داره اجازه بدید ما بحث کنم دیگه باشه آقای جیرانی عزیز من یه وقت هست این فیلم سازی که شما میفهمید میخواد فیلم نیمه بلند ویدئویی بسازه کوتاه بسازه مستند بسازه هیچ مشکلی نداره میاد پروانه میگیره میره اصلا این صلاحیت وجود نداره ببین ما جلوی استعداد اون آقایی که شما دارین میگید پول داره فلان نگرفتیم اومدیم در حوزه سینمای حرفه‌ای ببینید شما کی گفته شما در مورد سینمای حرفه‌ای با تشخیص خب اجازه بدید من تایید کنندم با تشخیص بدم اولا که اونا تایید کننده رو استخدام میکردن میدونید که کی؟ چون پول داشت تایید کننده رو استخدام میشه اون نابود شد دیگه تو نابود شد آقای جرانی بچه‌ای که با استعدادن اینجا دیده نمیشن یه تایید کننده خوب هم مثل شما نتونستن به دست بیاد چون پول ها از دل دولت شما اونا در نمیان آفرین از دل دولت اینا در نمیان اشتباه نکنید از دل دولت در نمیان نه از دل دولت در نمیاد ما داریم میگیم آقا 500 تا آدم دیدیم متقاضی بودن تا حالا که 500 تا متقاضی نبودن که چی شد تا حالا که 20 تا متقاضی بودن که اتفاقا ما فضا رو باز کردیم گفتیم هر کی هست بیاد هر کی هست بیاد برعکس تفکری که شما الان دارین مطرح میکنید ببین ما اتفاقا فضا رو باز کردیم گفتیم همتون بیاد مگه ما داریم راجع به عقاید شخصی اونا تصمیم میگیریم شما بگید آقا حاکمیت نمیتونه تصمیم بگیره نه راجع به تخصص اونها دولت کی داره نه اصلا حکومت دولت فراموش کنید کی داره تصمیم میگیره متخصصین اینا متخصصین بر اساس فیلمایی که میبینن آفرین حالا سوال تخصصی دارین میپرسین دارین سوال تخصصی میپرسین بر اساس در حقیقت فیلمایی که میبینن نمونه کار از اینها میبینن میگن اون فیلم کوتاه سه تا ساخته لیاقت شده چرا کار نکنه تازه ما همینا رو اعلام کردیم و از این جهت میخوایم حمایت ازشون بذاریم چون فیلمشون رو بسازن من معتقد نیستم انحصار تو من معتقدم انحصار بود من انحصار شکستم من اصلا روز اولی که بودم در سازمان سینمایی گفتم آقا نکنید 35 نفر برای کل سینما ایران تصمیم بگیرن این انحصار رو بشکنید همینا تو سامانه‌های فروش دو تا سامانه بود قرار بود تعیین تکلیف کنه برای سینما ایران برای فروش سومی رو ما مجبور شدیم راه انتقال سومی رو ما چیکار کردیم سومی رو اومدیم تمام در حقیقت دسترسی عام به تمام پلتفرم ها دادیم یعنی الان مثلا به حالا اسنپ هنوز نتونسته ورود کنه به اسنپ گفتیم تو میتونی بری فروشی کنی ولی بابا گفتم میتونی اسم بلیت فروش کنی همشون هم دعوت کردیم یه جلسه اومدن تو رسانه هم بود گفتم از بیاد شما بلیت بفروش ظرفیت بلیت باز کنی حالا با ما بگید میگه حاکمیت چرا در دخالت میکنه حاکمیت دخالت نمیکنه حاکمیت داره سیاست گذاری برای میکنه برای اینکه میزان مخاطب افزایش بده آقا سیاخه چی جوری خب همین نمیتونی با سیاست میزان مخاطب افزایش بدی عزیزم اتفاقا همین اتفاقا اشکال نگاه شما در همین اجازه بدید آقای جیرانی عزیز وقتی من میام تمام جاهایی که پلتفرم هستن و موفق در مخاطب هستن بهشون دسترسی به بلیت فروش سینما میدم یعنی فضا رو باز کردم من که نمیدم بستم بابا بسته اینه که من اجازه نمیدم من دارم اجازه میدم چرا شما از اینم میترسید چرا همینم هم نمیتونید ببینید ببین آقای جون من دارم فضا رو باز میکنم میگم همه بیاین بابا از اینم ناراحتی چرا از اینم ناراحتی شما من متوجه نمیشم آقای جون من واژه‌هایی که به کار میبری که ما مخاطب افزایش بدیم مخاطب بر اساس تا سیاست گذاری افزایش پیدا نمی‌کنه. الان خدمت رو عرض می‌کنم. دلایلش رو میگم نپذیرید. بگو دلیل. آقای جیران عزیز. مثلا ما توافقی داشتیم می‌کردیم با سامانه‌های حمل و نقل اینترنتی. اسنپ. اسنپ قرار بود بلیت بفروشه. به ازای هر سه تا بلیتش آفر بده، این اختیارات رو داشته باشه. بعد سرویس رایگان هم بده. کی میگه افزایش پیدا نمیکنه به شیوه های تبلیغاتی که ما دور مردم باید آشتی بدیم بلند شما فیلم ببینید به شیوه های منظور آقای جرانی ما فیلم انقلابی هم میسازیم کسی نمیاد مخاطبین انقلابی ما پس کجا هستند ببینید مخاطب روشنفکر شما رو هم باید بیارم دوباره آشتی بدم چون یه فیلم روشنفکری وجود داره روشنفکر ما عقب مونده مخاطب انقلابی جامعه عقب مونده باید فکری بکنم میدونی یعنی اصل قضیه است خیلی اصل قضیه است فکری بکنید واقعا شما تو فکر مخاطب انقلابی شما بکنید نه من به همه مخاطب ببین من زیاد بشن آقای جیرانی من سیاست گذار کل سینما هستم برای همه مردم باید فکر کنم ببین برای من آدمی که در بالا شهر بالاتر از ونک میشینه برام مهمه آدمی که میدونه شوشم میشینه مهمه در یک کپرنشینم هست برام مهمه
من مدیر همین آدم‌ها هستم. حق ندارم برای طبقه خاص فکر کنم. خیلی متشکرم. شما هم حق ندارید منو محکوم کنه به طبقه نه خاص. عزیزم نه من حالا این نکته رو بگم نه. این باعث میشه تعداد مخاطبین رو افزایش پیدا کنه. هر کاری که من فکر کنم سرانه مخاطب میتونم افزایش بدم. قطعا این کارو خواهم کرد. این به معنای خدا نکرده خصوصی دخالت در بخش خصوصی نیست. من معتقدم اگر این دوره نبود ما باید پروانه ساخت رو حذف می‌کردیم. که بایدم حذف کنیم. باید حذف می‌کردیم. الان نمی‌تونیم. آقای جلانی خیلی از این شعارهایی که ما بعضی‌وقت می‌دیدیم در 40 سال هم دادی شده شما تو برنامه‌هاتون گفتید وجود نداره. خب ببین شما هم تو برنامه‌هاتون خیلی گفتید فکر نکنم من باهاش مخالفم. نه زیر ساخت می‌خواد کمپانی ها باید تشکیل بشه بپذیرن مسئولیت کارهاشون. کمپانی این سینماگران تهیه کننده هایی با هم جمع بشن. نه یه بار در تمام دنیا در تمام دنیا سینما گستر هم دیگه تجربه شد شکست خورد. اونو کار خیلی جا شکست خورد در غیر از سینما گستر هم تشکیل شد. شما الان نمونه این کمپانی ها رو در پلتفرم های ویودی دارید. بله داریم. یعنی واقعیتیه. چرا فرار میکنید؟ اینها شما احتیاجی بهشون پروانه ساخت بدید. اینا رو باید بگین این باید ها نباید ها رو انجام بده. اشکال داری جلوتو میگیرم. نظارت بر عهده خود پلتفرم ها. ببین مدیری که پلتفرم میزنه خودش اینقدر بالغ شده که در حقیقت ضرورت های یک جامعه رو بدونه تو باید نبادش کار کنه. پس میخوام بهتون بگم به نظر من اگر زیر ساخت ها شکل میگیره که شکل نگرفت، ما در دوره بحران هستیم. اگر شکل میگرفت خیلی از مسئولیت هایی که ما در وزارت ارشاد داشتیم با دو بخش خصوصی واگذار کردیم. ما اگه به یه گفتمان واحد میرسیدیم که گفتمان قالب سیاست نبود و هم دیگه میتونستیم مذاکره کنیم، بدنه سینما در کنار من بیشتر از این قرار میگرفتن. رفاقت رو نمیگم، ببین رفاقت من الان با همه بچه ها رفیقم، میام میگم خودتونم دیدید رابطه دوستانه منه. به نظرم حمایت این که بتونیم کارهای مهمی میشه در سینما انجام داد که الان وقتشه. ولی این روشی که ما الان داریم میریم، اگر قرار باشه هر کدوم ساز مختلف بزنیم، این دو سال که نه 20 سال دیگه هم میگذره، ما فقط نسبت به تغییر تحولات منطقه، نسبت به اتفاقات فرهنگی منطقه و دنیا عقب خواهیم افتاد. امروز روز همدلی و همگراییه. خیلی متشکرم آقای خزایی. بحث طولانی شد. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خسته نباشی. به همه سوالات جواب داده شد. و از ابتدا هم که با هم تلفنی صحبت کردیم قرار شد به همه سوالات جواب بده و شما هم خیلی صادقانه به همه سوالات جواب بدید. ولی بچه‌های انقلابی هم باید در سینما فعالیت بکنن، کاملا حضور داشته باشن. اصلا وقتی میگیم تکثر یعنی انقلابی، روشن فکر عرفی، روشن فکر دینی، ببین حتی مخالف، ببین نکته اینجاست که اگر شما با مخالف هم اجازه بده کار میکنه خیابون نخواهد بود. ببین نکته اینجاست که این نکته خیلی مهمه. الان که مخالفین هم دارن فیلم زیر زمینی میسازن. نه اون زیر زمینی بدش کن، رسمی است، شما مجوز بگیر. یکی از این دوستان که اصلا کارش فیلمای زیر زمینی قاچاقه، مال الان هم نیست، از 88 داره میسازن، جدیدترین فیلمش هم دوباره تموم کرده. خب عزیز من خب بگم ببین ایشون هیچ وقت درخواست رسمی جدیدن نداده. میدونین چرا نداده؟ ببین آقای جرانی بحث داره، ایشون اصلا نمیخواد وارد بحث حاکمیت بشه. اون داستان اون آقا یا اون آقایون معتقدن اگر ببین شما چرا الان سریال شروع کردین، رفتین مجوز گرفتین، بله مجوز نمیتونستین نگیرید؟ چرا میتونستین؟ من آخه آدمی نیستم که از این جنس آدم هم که مجوز میگیرم. اون جنس آدم ها بهره برداری اقتصادی سیاسی اجتماعیشون از اینه که پروانه نگیرن. اینو بود از اینم تمام. نه اونو من اصلا رد نمی کنم. از یک آدمی صحبت میکنه که منم میشناسم. در واقع نکته اینجاست که از یک آدم های چند از شدم. از آدم میشناسم که من میشناسم، ولی نکته اینجاست که اونو رد نمی کنم، ولی میگم اگه فضای بازی باشه خیلی چیزا اتفاق نمی افته. فضای باز دو طرفه است هاجران، یک طرفه ایجاد نمیشه. ما میتونیم بنبست رو بشکنیم. ببین ما میتونیم بنبستی که شما معتقدید بهش، من معتقدم اصلا بنبستی وجود نداره. باید کم از این چیز جامعه کاری با نشاط سیاسی نه جامعه با نشاط سیاسی درش خیلی اتفاقات میفته. وقتی نشاط سیاسی از جامعه گرفته بشه، اون جامعه افسرده بشه، مشکلات دیگه به وجود میاره. الان نشاط سیاسی گرفته نشده، بحران سیاسی ایجاد شده، مشکلات دیگه ایجاد شده. الان ببین اصلا شما نمیتونید آقای جهرانی اتفاقاتی که امروز در کشور ما افتاد در سال گذشته مقایسه کنید با هیچ گونه اتفاق این 40 ساله. شما نمیتونید بگید اتفاقایی که در عرصه بین‌الملل همراهی که عرصه بین‌الملل کرد با اتفاقات داخلی که خیلی‌هاشون همراه باشن که اصلا شگفت انگیز بود. مگه جمهوری اسلامی ایران چی داره میگه که فقط احساس خطر میکنید شما؟ مگه نظام جمهوری اسلامی ایران دنیا چی داره میگه؟ چی گفته؟ چرا 40 سال مردمش به خاطر یک حرفایی که آرمان درستم هست اینقدر شما ازش ترسیدید و اینقدر دارید در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران رو تحت تاثیر قرار میدید یا هر روز برایش بیانیه میدید؟
آقا مگه اصلا مردم ما چرا باید در این وضعیت قرار بگیرن؟ شما اینقدر ایرانو تحریم کنید، اینقدر مردم ما به خاطر مسائل مختلف گریبان که دچار مشکلات باشن، بخاطر اینکه شما میخواید بشینید تحریم کنید نظام جمهوری اسلامی، مردمو تحریم کردید، این مردم ها دارن دچار مشکل میشن. متشکرم آقای خزایی، باز هم تشکر میکنم، برات آرزوی موفقیت دارم. در من از شما جناب ممنونم. بعد آرزوی موفقیت داریم. بحث‌های مختلفی شکل ما گرفت. اصلا بحث کردیم که از اول با هم صحبت کردیم این برنامه قطعاً آقای جیرانی یه عالمه پرچالش خواهد بود. من قطعاً میدونم بعد از این یه عالمه تبعات خواهد داشت این برنامه، ولی من چون باورم بود این مسائل، اینکه حالا بچه‌ها منو دوست داشته باشن نداشته باشن، من صادقانه کارمو انجام میدم. من البته نکته رو بگم، من وقتی که تو اومدی تمام سینما از اینکه تو اومدی خوشحال شدن، چون فرضیه‌ای بود از یک آدم، یک شایعی بود از یک آدم دیگه که میاد. ولی دوست نداشته باشید من از اصولم عقب نشینم. نه کنم. نه، ما نمیگیم از اصول عقب. تو یک آدم عملگرایی بودی که زمانی هستم. که در واقع در جشنواره سیوم بودی به اون کارا رو کردی. مجبورم باز همین هرچی بگین مجبورم وارد بحث بشم. نه بحث نشو دیگه. بذار من تموم کنم. جشنواره مقاومت بودی، یک کارایی کردی و ما بر اساس اون گذشته‌ای که تو داشتی احساس کردیم که در واقع تو میای و میتونی خیلی کارا کنی، ولی نمیدونستیم که یک جریان فکری دیگری هم هست. نه اصلا من این خیلی نکته نه آقای جان اجازه بدید، چون پایان جملتون جمله بازه، باید راجع به بحث کنیم. اصلا نه آقای جان، اصلا به هیچ عنوان جریان فکری که شما فکر کنید، بازم توضیح بدم، که شما فکر کنید اینها دارن کل حوزه فرهنگ و هنر میگه نیست. بله من بهتون مثال زدم، گفتم من آخر مشکل شاید شما دوستان اینی که من همین الان با شما میگم میخندیم، ولی پای اصولم هست. اصول منو شما تو گفتارا میتونید. اصولتون خیلی خوب بود. دفاع کردید. من قلاده‌های طلا ساختم. پس اصولم مشخصه. میدونید؟ من هم آدمی ام که در جاهای مختلف مصاحبه نکنم، حرفامو راحت زدم. راجع به بعضی از فیلم‌ها موضع گرفتم. بعضی از جریانات سینما رو زیر سوال بردم. همون زمان راجع به نمایشخانگی من گفتم اینها چیه، مسئولیت کارشون رو نمیپذیرن، دارن دقیقاً نمایش میدن. اصلا یه فرقی نکرده. شما نمیتونید یه آدمی که بعد 47 سال 50 سالش داره میشه یه قواعدی برای خودش داره، بچه 20 ساله که دیگه نیست، بدونی شک گرفته تغییرش خواسته بدید. الان برای من خیلی اهمیت نداره که کی از من تعریف کنه کی من. برای من مهمه که اون چیزهایی که احساس میکنم درسته، اون چیزهایی که احساس میکنم باعث میشه که همه دورم بتونیم جمع بشیم، مملکت ما به پیشرفت برسه، به شکوفایی برسه، به اون کارا رو بتونم انجام بدم. اینکه حالا فلانی از من خوشش بیاد یا خوشش نیاد هیچ تأثیری الان تو زندگی من دیگه نداره. متشکرم. آقا ممنون. متشکرم. از شما و همه مخاطبینتون، از همه بینندگان عزیز که تا امروز تا امشب بیننده این برنامه بودن تشکر میکنم.